سال پیش تشکیل شد، 1,000,000 دلار بودجه داشت، 17 تا کارمند تمام وقت، 17 تا نیمه وقت، 20,000 نفر سرویس داد و 20,000 نفر. میدونیم که الان انجمن ایرانیان کانادا فقط یک نفر هستن توی اتاق پشت میز. میخواستم از تجربتون و اینکه چی شد که از اون به این رسید بگین، شاید تجربه بشه برای انجمن ها و سازمان های بعدی. خیلی ممنون از پرسشتون. در حدی که میتونه رد پیدا بکنه به موضوع این جلسه، دو دقیقه حد اکثر هفته هست که شما مدعا این تاریخچه انجمن ایرانی رو لطف کنید و بحثش بکنید به موضوع جلسه امروز. خیلی متشکرم. اتفاقا سوال بسیار بجاییه. یکی این که ما یک سازمانی رو بالاخره زحمت کشیده شده بوده، ایجاد شده بوده، یه دوستان، یک مجموعه از دوستان زحمت کشیده بودن، ایجاد کرده بودن، یک تعداد دیگری دوستان زحمت کشیدن این از بین برد. بعد دلیل اصلیش در واقع این بود که گروه‌های با ایده خاص اومدن هیئت مدیره رو اشغال کردن، در یه شب مشخص هم سازمان رو برشکسته کردن، در یه شب مشخص هم به دستور بالاترها با هم استعفا کردن، 8 نفر از 9 نفر هیئت مدیره، در نتیجه سازمان در واقع تقریبا نابود کرد. خب متاسفانه اون آدمایی که اون روز اونجا بودن تعدادشون امروز عضو هیئت مدیره تشکیلات کنگره ایرانیان هست. متاسفانه همون نوع تفکری که اون روز اونجا حاکم بود و دلیل اون تفکر این بود. این تشکیلات، یکی از دوستان پرسید آیا این به دولت معرفی شده؟ بله، به دولت معرفی شد. دولت کانادا غیر از سازمان ICC رو که انتخابات دموکراتیک داره نماینده جامعه نمیشناسه. اینکه یه چقدر نمایندشه یه بحث جداست، ولی اون دولتی ها این رو فقط تنها نماینده میدونن، چون سازمان دموکراتیست که همه رو معرفی، همه رو در واقع اصلاح نماینده همه میتونه باش. مشکل اساسی اینه گروه های سیاسی وقتی میبینن همچه سازمانی وجود داره که به نظر کامیونیتی رو مسئولی گوش میکنن، علاقه من در نظر خودشون رو به عنوان نظر کامیونیتی به مسئولان برسانن. مسئولیت کامیونیتی چیه؟ مسئولیت تکلیف ما چیه؟ اینی که بگیم در ما فقط مسئولیت اینو داریم که ما فقط نظر کامیونیتی رو میبینیم، نه نظر هیچ گروه خاص، هیچ شخص خاص، هیچ ایده خاص. مرسی. خیلی ممنون. اجازه بدیم بریم به سوال بعدی. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. من عماد هستم. قبل از هر چیز تشکر میکنم از عزیزانی که بخشی از وقت فردی خودشون رو در راستای مسائل جامعه گذاشتن و این خب خیلی قابل تقدیر و تحسینه. من خیلی سوال خاصی رو نمیخوام مطرح کنم، فقط یک کامنت میخوام بدم. توی صحبت‌ها بحث راه‌حل‌های مثل اعتماد، شفاف‌سازی یا مثلا قبلا کارهای پیدا کردن شغل برای افراد رو مطرح کردن و همه هم این حلقه مفقوده مشارکت رو گلایه کردن ازش و عرضم به حضور شما، من هم میخوام در همین زمینه کامنت بدم. ببینید، ما اینجا خب جمعی از دکترها نیستیم، جمعی از مهندسان نیستیم، جمعی از وکلا نیستیم. ما تنها نقطه مشترکمون غیر از ایرانی بودن اینی که انسان هستیم. پس زیاد شباهت تخصصی نداریم و زیاد پس نمیشه اهدافی رو در حقیقت تخصصی بیاریم به عنوان یه هدف مشترک بذاریم که بتونه یه مشارکتی ایجاد بکنه. و یک مورد دیگه هست اینی که اغلب افراد جامعه‌ای که اومدن اینجا، مخصوصا این بعد از اتفاقات 88، خب غلظت ایرانی‌ها خیلی زیادتر شده، در نتیجه غلظت نیوکامرها در جامعه ایرانی خیلی زیاده و خب این نیوکامرها بیش از اینی که بحث تأثیرگذاری در قدرت دولت کانادا داشته باشن یا در ثروت کانادا داشته باشن، نیاز به یک بقای اولیه دارن، نیاز به این دارن که زیر پاشون صفر بشه. همه اینها رو میخوام بگم. ببینید، با یک مثال من میتونم بگم، شما با یک بچه نوزاد نمیتونید، یک نوزاد یکی دو ساله نمیتونید بگین از واکسیناسیون براش صحبت کنیم، باید از اسباب بازی و ارزم به حضور شما غذا و بازی صحبت بکنیم. پس یک
تو یک جامعه ای که انسان مطرحه، نه دکتر نه مهندس، چون همه قاطیه به قولی چیز، این مسئله خیلی مهمه که چگونه افراد رو جذب بکنید. من از تجربه خودم لطف کنید خیلی خلاصه بعد من دیگه پس اجازه این صحبت نکنم چون وقت نیست. آقای آقای نژاد دوست دارم که در جواب کامنت شما اجازه بخواهید. خیلی ممنون از کامنتتون. من فکر میکنم که وقتی که شما درست میفرمایید مهاجرینی که جدید میان نیازهای اولیه‌ای دارن که اون نیازها باید بهش جواب داده بشه، ولی جامعه 150,000 نفری ما همش مهاجر جدید نیستن. ما در سال 2014 فقط 11,000 نفر مهاجر جدید داشتیم، ولی یه بخش بزرگی از جامعه ما 20-30 سال اینجا زندگی میکنه و اتفاقا کار کنگره، یکی از کارهای کنگره اینه که بتونه امکاناتی رو برای مهاجرین جدید بگیره و بتونه اینها رو، به خاطر اینکه مهاجرین ایرانی که میان اینجا نیازهاشون یه مقدار باید تیلر بشه بر اساس هویت به اصطلاح ایرانی بودنشون، مثلا زبان فارسی باید باهاشون صحبت بشه. شما میتونید برید، بله Skills for Change هست، جاهای دیگه هست که شما میتونید برید کمک بخواید، ولی اونا شما رو به عنوان یک ایرانی که بک‌گراند شما رو نمیشناسن درست، بنابراین کمکی که بهتون میکنن اون کمک در یه حد خاصی، اما اگر فرض کنید یک کامیونیتی یک جایی باشه که مهاجرین ایرانی بتونه به اصطلاح کسانی که خودشون ایرانی هستن، جامعه ایران رو میشناسن، ایرانی ها رو میشناسن، بتونن کمک بدن به اونها، خیلی بهتره. برای اگر کنگره بتونه یه امکاناتی رو بگیره که یه همچین جایی درست بشه، مسلما مهاجرین جدید هم کمک میشن. دومین نکته ای که مطرح کردید من باهاش موافق نیستم این هست که ما به غیر از اینکه در انسان بودنمون مشترک هستیم، ما در ایرانی بودنمون مشترکیم. ایرانی بودن ما خیلی مسئله مهمیه. امروز اگر به پدر مادر شما ویزا ندن بیان اینجا، مشکل من و شماست. اگر به سفارت کانادا در ایران، مثلا اون موقعی که بود البته میگفتن که فرض کنید به ایرانی ها از 80% اپلیکیشن ها رو رد کنید، این چیزی بود که انجام شده بود و مخالفت شد باهاش، اینقدر مخالفت شد باهاش از طریق دولت. اینجا گروه های مختلف رفتن صحبت کردن با نماینده، با وزیر، وکیل، تا بالاخره اون آدمی رو که در سفارت ایران، در سفارت کانادا در ایران بود ردش کردن رفت، وگرنه نمیداد ویزا، نمیدادن به ایرانی ها. یا اگر فرض کنید یه روزنامه ایرانی توهین بکنه به ایرانی ها، این بالاخره یک کسی باید جوابگوی این باشه. پس من و شما در این توهین یه سهمی مشترک میبریم، به من و شما میاد. نسسریلی لزوماً ما نباید مهندس باشیم یا پزشک باشیم. این مشارکتی که در این سازمان باید بشه، به نظر من اهمیتش در مشارکت از مشارکت صنفی خیلی خیلی بیشتر و بالاتر. البته من منظورم این نبود، من اول ایرانی بودن رو عرض کردم و بحث من بحث مشارکت بود. خیلی ممنون. مرسی خانم هادی. به تمرین شفافیت میخواستم بگم ارسلان و دوستای خیلی قدیمی و نزدیک منه، من خیلی خوب کمپین رو تقریبا میشناسم، با هدفاش آشنام. سوالم به خاطر اینکه در واقع این سوال رو میخوام بپرسم، برای اینکه فکر میکنم خوبه در موردش بیشتر حرف بشه و توضیح داده بشه که اهمیت انتخابات آینده، همیشه انتخابات کنگره خیلی مهم بوده، ولی من احساس میکنم که این سعی که یک سری از اعضای کنگره به اضافه بنیانگذاران کنگره دارن میکنن برای اینکه مسئله مشارکت جمعی رو مطرح کنن، منافع ایرانیان رو، نقش کنگره رو و اهمیتش رو، به نظر میاد که انتخابات آینده بسیار مهمه توی شاید تعیین سرنوشت کنگره در واقع. آیا همچین چیزی رو شما فکر میکنید هست؟ اهمیتش چیه و چجوری میشه در واقع انتخابات سالم و با نتیجه‌ای که به این گوناگونی جامعه ایرانی نزدیکه، اون منافعی که اینقدر گوناگونی داره رو نزدیک کرده؟ خدمت رو آقای کنید، شما میتونید جواب بدین. خیلی خلاصه، برای که ما الان 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و دو تا دیگه دوستان اونجا سوال دارن و یک سوال کردی هم هست باشه. بله، انتخابات آتی خب انتخابات خیلی مهمی هست. البته من خودم همه انتخابات مهمه، اهمیت انتخابات به خاطر اهمیت نهادی است که انتخابات برای برگزار میشه. انتخابات مهمه به خاطر نهاد کنگره ایرانی به کانادا، یک نهاد مهم برای جامعه ایرانی کانادایی است. به نظر اون چیزی که الان تو این مقطع خاصی مقدار شاید اهمیت بیشتری پیدا میکنه اینه که خب ما در این مدت کوتاه چند ماهه تعداد اعضای این نهاد رو از 2 برابر هم بیشتر کردیم.
بنابراین توی نقطه عطفی قرار گرفتیم. این خیلی اهمیت پیدا میکنه که کسایی که عضو میشن در یک نهاد غیر انتفاعی احساس مسئولیت بکنن و نهاد رو مال خودشون بدونن. دوستی میگفت که مثلا آدم 10 دلار اگه میگه خب چه چیزی میگیره، این نهاد نهاد شماست، این نهاد شما چه کار میکنید که این نهاد به شما نفعی رو که میخواید برسونه. اگر شما این نهاد مال خودتون بدونید طبیعی انتخاب مهمترین اتفاقی که برای اون نهادی که نهاد شماست میفته در طول سال. و طبعا از اون میترسید اگر دوست دارید که هم عقیده با شما باشن طبیعی باید در اون انتخاب شرکت کنید. من میروش میکنم انتخاب همیشه مهمه، ولی این بار به خاطر این نقطه هستی که دوش قرار دیم شاید اهمیت بیشتری پیدا کنی که دوستان بتونن، شاید کمپین ما بتونه این مقدار این مشارکت افرادی که عضو شدن رو به نوعی بتونه تضمین کنه. نقش رسانه ها خیلی در این زمین مهم هست. ممنون آقای میسامی، یک کامنت کوتاه خواهش می‌کنم. واقعا سوالتون بجاست. ببینید به چند، یکی این که یک در واقع ابعاد انتخابات بعدی رو ببینیم، فقط 3 نفر میتونه انتخاب بشه. این قرار نیست انتخابات آزاد باشه، همه انتخاب بشه. 4 نفر انتخاب، 4 نفر انتخاب بشه. یکی بنابراین ما از 9 نفر 4 نفر انتخاب میکنیم. یکی دوم اینه که یکی از دلایل اینکه مهمه اینه که پرزیدنت فعلی منتخب مجمع عمومی نیست. در واقع با مکانیزمایی در واقع معمار پرزیدنت اومده که در واقع با روح دموکراتیک این سازمان هماهنگی نداره. اینی که خدمتتون عرض کردم ما رو به اینجا میرسونه. ما نیازمند معرفی تیم بسیار قوی هستیم که نه تنها اونجا انتخاب بشه، بلکه یک مدیریت قابل ما اونجا بیاره، به خاطر اینکه بتونیم اصلاح وضعیت رو تحت کنترل بگیریم. من از این نقطه نظر مسئولیت همه ما خیلی بالاتر از مواقع معمولی است. مرسی. خیلی ممنونم. خیلی خواهی بکنم سوال رو مختصر باید بکنیم. شما 2 دقیقه وقت دارید، یا برای کامنت یا برای سوال یا برای هر من 2 دقیقه کافیه. من فکرم 30 ثانیه. نه. 30 ثانیه رفت. من با سلام و تشکر از همه شما که واقعا این مسئولیت اجتماعی